ویژه دارم امروز در مورد سه تا بخش برنامه من. بخش اول برنامه من در مورد یک فردی است از جریانات پانکوردیسم که الانم نامش رو براتون نوشتم، آقای پیمان حیدری. مونده بودم که ایشونو بزرگش بکنیم بزرگش نکنیم، لازم دیدم که ایشونو برجستش بکنیم تا نشان بدیم پس از فروپاشی جمهوری اسلامی و تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای نظامی ما با چه جانورانی قرار طرف حساب بشیم. بارها گفتم حکومت جمهوری اسلامی سقوط کنه ما با یک حکومت حالا حتی بعد خیلی مثلا وحشتناک هم طرف حساب نخواهیم بود، ما با 7-8 حکومت طرف حساب خواهیم شد که این حکومت‌های محلی به جان یکدیگر میافتن و به شکل خیلی وحشیانه همدیگر رو میکشن. بخاطر که در 100 سال گذشته که این آغازش با استعمار کلاسیک انگلیسی بود، MI6 اومد این کارا رو خیلی جاهاشو انجام داد، دولت فخیمه انگلیس، و الان با نو استعمارهایی که وجود داره این قضیه پخته شده و بحثایی رو مطرح کردن، جریانهای پانی رو درست کردن در ایران که این پانهای قومی مثل پان کردیست، مثل پان ترکیست، مثل پان عربیست، این پانها که با پیشوند و پسوند پان و اسم آغاز میشن و پایان پیدا میکنن، مغزهای اینا شستشو خورده برای اینکه بخوان ایران رو نابود کنن. اینجا بگم ما در ایران تنها یک پان میشناسیم، اونم پان ایرانیسمه. ما بقیه پانها در هیچ زمانی حق فعالیت نباید داشته باشن و اینم جمهوری اسلامی امیدوارم که خیلی جدی بگیره. پوزش هم میخوام بابت سرماخوردگی یه خورده شدیده، تلاش میکنم ولی برنامه رو خوب اجرا کنم. در بار دومه که میخوام اینو برای اجرا بریم، برنامه در دفعه اول شوربختانه خراب شد و این سرماخوردگی منم فکر میکنم این روح الله طوله زم که میگه من با جن و اجن و اینا در تماس هستم گویا داره جدی میگه، انقدر که این چند وقت این حسادت کرد به زندگی من و همسرم و هیگ آه اینا ماشین دارن، آه اینا کت شلوار دارن، آه اینا زندگی خوبی دارن، آه اینا مسافرت میرن با یک مشقب افتاده یک گدا صفت رضاباد، که اینها باعث شد که مثل که شوخی شوخی چشم زدن و یه خورده ما سرمگینی، یه خورده که نه سرمخوردگی یه مقدار شدیدی دارم ولی تلاش میکنم برنامه رو خوب جلو ببریم. پس بنابراین بریم صحبت های این آقا رو بشنویم، پیمان حیدری، ببینیم ایشون چی میگه، حرف حسابش چیه. در سپرده به دولت ایرانی که اینها رو به نام احزاب کردی و کردها تحمیل کردن به جامعه کردستان و ما داریم خونه تکانی میکنیم و از دل این یک جریان انقلابی رهایی بخش کردی. خب خیلی جالبه این فرد پانکوردم میگه یک جریان انقلابی. من بارها گفتم که ما تنها یک طیف ضد انقلاب داشتیم پس از شورش 57، اونم هواداران محمد رضا شاه بودن که عموما هم سلطنت طلبن، یعنی هوادار پادشاهی نیستن، عموما سلطنت طلبن. و امروز بجز ضد انقلاب های سنتی که اون بخش سلطنت طلب حامی محمد رضا شاه باشه که اونها هم امروز انقلابی شدن چون میخوان یک انقلاب دیگر رو به وجود بیارن، تنها کسانی که امروز اومدن صحبت میکنن که ما فلسفی ضد انقلاب هستیم ما هستیم. بنابراین جمهوری اسلامی به ویژه کسانی که دارن کار رسانه‌ای میکنن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در این حکومت باید بدانن که از واژه و لفظ ضد انقلاب استفاده نکنن برای جریانات پانکوردیست. لفظ ضد انقلاب یک لفظ بسیار بار مثبت داره و احزاب کردی و این افرادی که امروز دارن صحبت از جدایی میکنن، اینا به قول همین صحبتی که آقای پیمان حیدری داده میکنه، اینا انقلابی هستن، میگه ما میخوایم کار انقلابی کنیم. این نکته خیلی بسیار مهمه. بنابراین ما از حالت انقلاب، اون بچهای حزب اللهی هم که خودشونو انقلابی میدونن، بسیار اصرار دارم که از قالب انقلابی باید برید به این واژه رو برای خودتون به کار ببرید. از لفظ اقتدارگرا باید استفاده کرد. ماها جریان اقتدارگرا هستیم. بنابراین این لفظ انقلابی رو اینا رو بذاریم کنار. درود ویژه به همه یارانی که هستن، مسیح عزیز، حسین کریمی عزیز، آزاد متین و تمام عزیزان، شاهین اصغری، رامتین گرامی و و و همه. سلام جهانی، درود بر شما. شده مطمئن باشید با هیچ کسی، با هیچ دشمن کردستان ما سر مماشات نداریم. با شما هم وارد بحث های جدلی نمیشیم. ما عملا هر متجاوزی که پاشو در خاک کردستان بذاره، از حالت مهمان در بیاد، ادعای صاحب خانگی بکنه، همان برخوردی رو که با اشغالگر ایرانی میکنیم، فارسی میکنیم، با ترکش هم میکنیم، پای تمامی عواقبش هم میستیم.
همونجوری که تو کرکوک ایستادن و پای عواقبش هم وای میستن، همونجوری که تو کرکوک تنبانهای گشادشون رو انداختن فرار کردن، اونجوری هم پای عواقبش وای میستن. خب اگر کردستان به حمام خون تبدیل بشود، تبریز هم به حمام خون تبدیل میشود. ما این اشفخرکی های دیپلوماسی بازی که ما کردها و ترکها برادریم بر علیه فارس نداریم، ما با دولت ایرانی مشکل داریم. ببینید حرف اینجا خیلی سنگینه، میگه ما با اشفخرکی هایی که صحبت از دیپلوماسی میکنن که ما کردها و ترکها برادر و برابر هستیم علیه فارس نداریم، ما با دولت ایرانی مشکل داریم. بارها بهتون گفتم اصلا دلیلی که من از این اپوزیسیون کشیدم کنار این بود که این اپوزیسیون و این حضراتی که دارن اصطلاحاً مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، در حقیقت مشکلی با جمهوری اسلامی ندارن، مشکل با اصل ایرانه. ایشون نمیگه دولت جمهوری اسلامی، نمیگه حکومت جمهوری اسلامی، مشخصا داره میگه دولت ایرانی. میگه ما با دولت ایرانی مشکل داریم و هنوزم به قدرت نرسیده، انگشتشو داره جلوی دوربین میاره و جریان پانترکیسم و مردم آذربایجان حتی تهدید میکنه و به اینا میگه که ما بلای ما اصلا برادر و برابر نیستیم. این میشه اون ناسیونالیسم قومی خطرناک، در حالی که ما امروز برمیگردیم میگیم از تاجیکستان تا بحرین مردم عراق همه برادریم، برابریم، ما همه ملت بزرگ ایران رو تشکیل میدیم، ماها میشیم فاشیست از دیدگاه آقایون. و این قومگراهای خطرناک و واقعا ضد بشری، اینها که میگن فقط من، فقط تنبان گشاد من، فقط زبان من، فقط موسیقی من، حالا چی هم ندارن، حالا هی میگن، اینها میشن چی؟ اینها میشن آدمای درست حسابی. یکی از دلایلی هم که من میگم بایستی نشانه بگیریم لباسهای محلی، زبانهای محلی و اینها رو به قول استاد کسروی و رضا شاه بزرگ کم رنگ کنیم و بریم به سمت همگونسازی، سر اینه که این اتفاقات میفته. پیمان حیدری نمونه ایست که نشان میدهد که اگر به بحث قومی بخوایم اهمیت بدیم، چه آینده وحشتناکی که واقعا پشت آدم رو میلرزونه در انتظارمونه. حالا اینو در مورد کردستان دارن این کار رو میکنن، الان جدیدن یک عده در گیلان شروع کردن به این بحث و چون من خودم گیلانی هستیم دیگه، الان یک تعدادی در استان گیلان آغاز کردن جنبش تجزیه طلبی کاسبیان برای ما را انداختن. اینا بحث قومیست. من به عنوان اینکه مادرم گیلانیه، اول از همه از گیلان شروع میکنم. ببینید ما بایستی همگونسازی کنیم و تو این همگونسازی عزیزان شک به دل راه ندن، وگرنه فردا اول از همه میگم به کسی بر نخوره، به عنوان یک گیلانی دارم میگم، اول از همه در استان گیلان ما شاهد این بحثا خواهیم بود. اینا تعصبات قومی است، باید تعصبات قومی رو بکشیم، باید از بین ببریمشون. با چی باید این کارو بکنیم؟ با همگونسازی، نه بومی سازی که شوربختان جمهوری اسلامی سالخواست داره این اشتباهو میکنه. بایستی بریم به سمت همگونسازی، بایستی مردم کردستان رو بریزیم در تمام کشور تقسیمشون کنیم. یه عده از عزیزان کرد ما، کرد نشین ما باید برن در گیلان زندگی کنن، یه عده باید برن آذربایجان، یه عده باید برن اصفهان، و برعکس تمام ما شهرستان ها و تمام حتی همه استان ها بایستی جا به جا بشن در شهرها و استانهایی غیر از استانی که به دنیا میان زندگی کنن، که این بحث همگونسازی به سرانجام برسه و عقیم نمونه این بحث، وگرنه ما شاهد افراد انسان نمایی چون این پیمان حیدری خواهیم بود. حالا ادامه گوش کنیم. یکی از ستونهای اصلی دولت ایرانی شما ترک ها هستید، اونی هم که الان در کردستان داره تجاوز میکنه، داره استعمار میکنه. خب میگه که حالا ترک ها که داره چرخه، ما تو ایران که ترک نداریم، آذری داریم، ولی به هر روی پان ترکیسما و اگه مردم آذربایجان که داره تهدید میکنه، میگه یکی از ستونهای دولت ایرانی، دولت ایرانی نه دولت جمهوری اسلامی، دقت کنید اینا بار داره، دولت ایرانی، اصلا بحث جمهوری اسلامی نیست. من مخالف جمهوری اسلامی ام، اما وقتی که میبینم همه اینها دشمنیشون با خود ایرانه، ببخشید تموم میشه مخالفت ما در خیلی جا. میگه که یکی از ستونها شما، یعنی چشم انداز فردای براندازی جمهوری اسلامی چی عزیزان؟ فردایی که جمهوری اسلامی برانداز بشه، اینها با این ادبیات میخوان بیان همدیگه رو بکشن، همدیگه رو میگیرن، آی تو مثلا تو در یکی از ستونهای دولت مثلا جمهوری اسلامی یا ایرانی بودی، و به این شکل کلی ما از انسانها رو میبرن در سینه قبرستون و اینها رو شروع میکنن اعدام کردن، برن که سینه قبرستون رو دفن و اینا.
بنابراین خیلی بایستی امروز قدر این امنیتی که داریم و بدونیم. عزیزان بدونن که دور تا دور کشور ما چه خبره. هنوز به اینجا نرسیده انگشت داره نشون میده این آقای پیمان ایدری. انگشتشو نگاه کنید. اونی که امروز داره در کردستان زمین کردستان رو اشغال میکنه شما ترک هستید. پیمان ایدری از فعالان در بین خود این کردها یه خورده شناخته شده است. کردهای تجزیه طلب منظورم، وگرنه من کوچیک تمام مردم کردستان هستم، به ویژه اون 11 خانواده کرد سنی مذهبی که جان بچه هاشون به خاطر حفظ این مملکت همین 2-3 ماه پیش توسط جریانات پانکردیسم از بین رفت. وگرنه من کوچیک، من دست تک تک مردم کردستان هم میبوسم. منظور ما اینجا مشخصا جریان پانکردیسمه، یعنی دیوانه هایی میرونند این همین آدم که خود مردم کردستان رو بارها از بین بردن. ببینید چگونه داره مسائل رو مطرح میکنه. یکی از افراد مطرح و فعالان و مبلغان جریان پانکردیسمه در یوتیوب و فضای مجازی، اونی که داره به روح انسان کرد تجاوز میکنه شما ترک ها هستید. ما حتما سراغ شما میاییم، حتما کردستان جای امنی برای شما نخواهد بود. هیچ قراردادی در زمان اشغال از نظر ما معتبر نیست. یعنی کردستان الان اشغال شده از نظر آقایون. حالا آقایون باید بگن که کردستان کی کشور بوده که حالا باید بخواد اشغال شده باشه، و این اشغال شدگی در چه زمانی رخ داده. ببین شما توهم دارید آقای پیمان حیدری، شماها جریانتون کلا 100 ساله، مغزتون شستشو دارن. اول با استعمارهای کلاسیک اومدن این قضیه رو درست کردن، جریانات قومگرا رو پر و بال دادن، و استعمار کلاسیک به مانند انگلیس مشخصا یا روسیه تزاری، و در ادامه ما با مثلا یک استعمار قرمز استعمار سرخ مواجه بودیم که شوروی اومد اینا رو یه جوری دست بالشون گرفت، کاگبه اومد جریانات عقب افتاده‌ای به مانند مثلا قاضی محمد ها رو اونجا پر و بال داد، و در پسای این بحثا امروز استعمار و استعمارهایی چون اسرائیل و آمریکا و اینا از اینا حمایت دارن میکنن، به اینا پروبال میدن، و اینا هنوز به هیچ جا نرسیدن شروع کردن انگوش نشون دادن و تهدید کردن و میکشیم و نسل از صحبت از نسل کشی میکنه تو این ویدیو. اگر کشور کردستان مستقل رو ما درست کردیم، کشور کردستان مستقل رو درست کردیم، خوابش پشت گوشت رو دیدی خمونم کشور کردستان هم میبینی. خب و هر کسی طبق شرایط قانونی میتونه بیاد در این مملکت زندگی بکنه، پاسپورت کردی هم بگیره، پاسپورت کردی بشه. اما آخه تفلکی ها دلشون پاسپورت کردی میخواد. خب در این شرایطی که شما از امکانات دولت ملت ایرانی استفاده میکنی، از ضعف و نخبتی که به جان مردم کرد افتاد استفاده میکنی، بداری جغرافیای کردستان رو میبلی. اینو بدون که روی آرامش به خودت نخواهی دید. همدان کردستانه. شما حتما میادتون هست قصه حسین کرد شبستری. شبستر کردستانه تا شبستر کردستانه. عجب سوئد. الان یه تعداد زیادی ما کرد داریم آقای پیمان حیدری تو سوئد. سوئد مطمئنن شما میدونی که الان خیلی ها در استوکن و در سوئد و آلمان کرد هستن. حتما سوئد و آلمان هم بخشی از کردستانه. خب میگی دیگه، شوخی نکن دیگه، بگو سوئد رو بگو، آلمان رو بگو، یه دفعه بگو کره ما، کره مریخ، همه اینا هم کردستان بود، ما خبر نداشتیم. و ما هیچ مهاجر خیمه نشینی رو صاحب کردستان نمیدونیم. فراموش نکنید تو رو خاله ببین، یه پانکورد این هم چیزه خنده داره، داره یک پانتورکو داره مردم، حالا اون جنت پانتورکیسمو چیز میکنه، به اونا میگه خیمه نشین. حالا خوبه تمام احزاب کردی تو خیمه ها دارن زندگی میکنن تو کو، این داره به اونا هنوز که میخوان برقصن حضرات یه آتیش روشن میکنن دورش اینجوری میچرخن مثل انسانه اولیه، بعد این داره به پانتورکیسم میگه که شما ها مثلا چه چیزی خیمه نشینید. آقا من به عنوان یک جریان ایرانگرا بگم، هر دو تاتون عقب افتاده اید، هم پان ترکیس هم پان کردیس. چه اون میخوای شما پان گوش دراز باش اون حرفا رو بزن و اون هر بگی آذربایجان کشوره، چه پان تنبان گشاد باش، فرقی نداره، ما کله جفتتون رو میگیریم به هم میکوبیم که از این حرفا دیگه نزنید. ما تازه داریم صحبت از سوریه و یمن و صحبت از
رسیدن به بندر الحمیدیه در طرطوس میکنیم. اینها دارن در مورد کجا صحبت میکنن؟ تو رو خدا میبینید ما افکارمون کجاست؟ بحث ایران بزرگ و اینا میخوان ایوونکی ها چقدر اینا عقب. من فقط میخوام چشم انداز پس از براندازی جمهوری اسلامی رو بهتون بگم که با این افراد هم دیگه منطق گفتگو اینا اونجا نیست. اونجا منطق سرگردنه است، چون اینا تو سرگردنه شغلشون بوده دیگه. اونجا با اینا باید منطق سرگردنه شما سرکله بزنید. اینا هم که یه عمر 100 ساله دارن کار تروریستی میکنن، حالا شما دیگه سپاه و ارتش نداشته باش ببین چی میشه دیگه. در مقابل ترک بازی و گرگ بازی و عثمانی بازی و صفوی بازی شما، فرزندان صلاح الدین ایوبی هم هستن. ایوبیان هم هستن که شما ممالیکش بودید، که شما بردگان جنسیش بودید. شما بردگان جنسی بودید که به امپراتوری اسلامی آمدید. شما غلامان جنسی بودید. اینو من نمیگم، این ادبیات فارسی میگه. اینو ایاز غلام محمود غزنوی میگه. اینو صورتهای بیمو بیریش شما میگه. پس اینو بدونید، اگر تا دیروز تونستید یک سری ساختار رو در کردستان به نام احزاب کردی سرشون گول بمالید، بدونید ما خیلی وقت میدونیم اینها عاملان دولت ایرانی هست و شما نمیتونید هر برایی که دلتون میخواد سر مردم کرد بیارید و سر جغرافیای کردستان بیارید. اون مردمانی که امروز شما ادعای سرزمینیشون رو دارید فرزندان سوکوش کاکند. فرزندان کیه؟ شما ادعای سرزمینیشون رو دارید فرزندان سوکوش کاکند. آها، شما فرزندان سیمیتگو شکاکی؟ خب زودتر میگفتیم، پس هیچ غلطی نمیتونید بکنید. بذار من اتنا، چون گفتی سیمیتگو شکاک خیلی جالب بود برای من، من یه عکسی بهت نشون بدم که این آقای سیمیتگو شکاکتون. اگه گفتی سیمیتگو شکاک تو این عکس کدومشونه؟ فکر میکنید اینی که وایستده اینه 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 یا این ستایی که این تهن؟ نه عزیزم، هیچ کدوم از اینا سیمیتگو شکاک آقا نیستش. سیمیتگو شکاک اینیه که اون پایین افتاده مثل سگ، رضاشاه بزرگ اینجوری انداختش رو زمین. میبینید شما فرزندان سیمیتگو شکاک بودی. پس سیمیتگو شکاک تو نگاه کن، کلاتم بذار بالاتر. آقای پیمان حیدری بیایم داخل، من یه چیزی بهش بگم که این اینجوری تهدید نکنه تمام مردم ایرانو. البته پانترکیسمو تهدید میکنه، جفتتون غلط کردید. حالا چه میخواد پانگوشتراز باشه چه پانتومبان گوشاد فرقی نداره، ولی آقای پیمان حیدری شما خبر نداری، چون خودت هم گفتی فرزند سیمیتگو شکاکی. برو سرنوشت سیمیتگو شکاک تو بخون، کسی بخواد به یک پارچگی ایران در هر بخشی از این خاک اهورایی تجاوز بکنه و این حرفای قبیله گرایی به مانند شما رو بزنه، اولا که طبق قوانین بین المللی که شما همتون اصلا محکومید در هر دادگاهی، همین حرفایی که داری میزنی اگر من پیدات کنم کار به دادگاه بکشه پدرتو در میارم، این یکی. ولی گفتی فرزندان سیمیتگو شکاکی، فکر کردی الان مثلا اینجوری با عصبانیت صحبت کنی، تهدید کنی، انگشت جلو دوربین بگیری، مثلا الان مثلا ماها بعد از تو بترسیم؟ ولی واسه تهدید کردنم بهت یاد بدم، اولا انگشتتو وقتی که جلو دوربین میگیری توی دوربین نگاه کن، مثل من که الان دارم تو دوربین نگاه میکنم. آخه بز کوی پشت کوهی، تو که هنوز تهدید کردنم بلد نیستی. موقعی که انگشت جلو دوربینه ولی داری صفحه موبایلتو میبینی، هنوز نمیفهمی که باید عدسی دوربین رو نگاه کنی، لنز دوربین رو نگاه کنی، هنوز شعورت تو این زمینه ها نمیرسه، ولی من انگشت میگیری داری تهدید میکنی. ولی بذار بهت بگم فرزند سیمیتگو شکاک، دماری از روزگارتون در میاریم و در آوردیم ها. در طول تاریخ میخواد حکومت، این حکومت ایرانی میخواد رضا شاه باشه، میخواد محمد رضا شاه باشه، میخواد جمهوری اسلامی بشه. دیدی دیگه موشک ها اومد رو سرتون، هیچ غلطی نتونستید بکنین. تو هم هر جا پیدا کنم طبق قوانین بین المللی چنان چوبایی تو آستینت میکنم که دیگه اینجوری تهدید نکنین مردم ها. حالا ادامش گفتم که یه خورده، چون گفت فرزند سیمیتگو شکاکم. مثل سگ کشتنش سیمیتگو شکاکو. افتخار میکنم به عنوان یک هوادار پادشاهی هم افتخار میکنم که این کار رضا شاه بزرگ ما کرد.
سیمیت گوشت کار فتح تبریز کار سخت نیست. این اولدروم های شما مال ارتش ایرانیه که ستون اصلیش لوها و کوفه هستن. یادتون نره شما با ارتش ایرانی نمیتونید با کرد ها در بیافتید اگر جنگ کرد و ترک را بندازید، چون اون وقت با درجه داران کرد و لور هم روبرو خواهید بود. اینا رو گفتم بدونید ما حتما به اون منطقه باز میگردیم. به این چه تهدیدی داره میکنه؟ یعنی اگه سپاه و ایران مثلا حکومت الان ساختارش برهم بریزه میخوان برن حمله کنن آذربایجان آقایون؟ خب حتما کرمانجی با هموطنهای خودمون صحبت میکنیم. شما بدونید این رو، هر کاری که در کردستان میکنید مالکش نیستید و ما هیچ ابایی از درگیر شدن با شما نداریم. ادعاهامونم تا خود تبریز میاد. همدان یک شهر کاملا کردیه و گواه هر تاریخی و سندهاش موجوده. شما فکر نکنید هر جایی کوچ کردید میتونید صاحب اونجا بشید. شما فکر نکنید که کسی در طول تاریخ تونسته کردها رو مغلوب کنه. میگه تو طول تاریخ فکر نکنید کسی تونسته مغلوب کنه. قربونت برم. ببین من نمیخوام واقعا یه سری چیزا رو کنم. میشه بگی کجای تاریخ شما جریان پانکردیست، منظورم مردم کردستان نیست، پانکردیسمه، در کجای تاریخ حتی یک جنگ و پیروز شده که تالا نرسی نتونست ما رو مغلوب کنه؟ بابا اینا واقعا عقب افتادن ها. این جمعی هم قومگرایی خیلی خطرناکه. تنها راه مقابله با این قومگرایی از نظر به صورت تمدنی اینه که یعنی بعد با اینا اگه بخوایم به صورت برخورد متمدنانه باشه بایستی همگون سازی کنیم که این عقب افتاده بالاخره تو اون خاک به وجود نیان اینجوری مغزشون رو شستشو بدن. گفتم به خاطر اینکه بچهای کرد کردستان، تو چقدر طرف مردم کرد و کردستان صحبت میکنی؟ همین مردم کرد و کردستان و بیشتریاش افکار عقب افتاده تو به از بین بردن کشتن. بدبختی امروز مردم کردستان به خاطر همین چنندیات و تهدیدهای شماست که هیچ سرمایه گذاری جرأت نداره بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه. میدونی که بیشتر مردم آذربایجان خیلی هاشون پول دارن، جرأت نمیکنن برن بعضی هاشون سرمایه گذاری کنن. و آقایین پانترکیسم بیشرفی که صبر از جدایی میکنن مثل گرگ زوزه میکشن بفهمن بدبخت ها. همین سپا نباشه، چون شما پانترکیسم ها که اصلا هم که ندارید بدبخت ها. این پانکردیسم ها 100 ساله کار تروریستی کردن حرفه‌ای. به خدا اگه حکومت ایران نباشه، چه حکومت ایران، منظورم حکومت مرکزی است، چه میخواد این حکومت مرکزی مال محمد رضا شاه باشه چه مال جمهوری اسلامی، اگر ما فقدان حکومت مرکزی در کشورمون داشته باشی ببینید که از شماها چه کشتاری میکنن اینا. نه اون جریان پانترکیسم احمقی که نمیفهمه داره بحثای تجزیه مثل گرگ زوزه میکشه، مثل گرگ اینا از بین میبرنتون. خب بچهای مکری هم بچهای ارومیه، شما هر سندی از اینها دارید عودت بدید به راپارین کردستان و سرمخو. کارهایی که دارن میکنن، پروژه هایی که دارن تعریف میکنن، اشخاصشون، باندهاشون، تیمهاشون، گروپ های مختلف ناسیونالیستیشون، تمام این جریانات باید در کردستان شناسایی بشه. این کار شماست. شما اینها رو شناسایی میکنید، راپارین میدید، اخما میمونیم و متجاوزین به خاک کردستان. روان پریش شدیدن ما میبینیم و نوادگان گرگ، ترک های خیمنشی، بردگان جنسی امپراتوریت اسلامی، تا بدونیم اونها میتونن در کردستان ترک تازی بکنن باز یا نه. ما در این کردستان با هر قدرتی روبرو میشیم، از هیچ کسی نمیهراسیم. مثل کرکوک روبرو شدن، تو کرکوک تنبانه گشادشون هم جا گذاشتن این پیشمرگا موشمرگا. با هیچ کس هم پیمان اخوت و برادری نداریم. تا زمانی که سرزمین مستقلی نداشته باشیم که تحت سلطه خودمان باشد، کردستان فقط ملک مشاع کرد هاست.
یه کردستان فقط ملک موشای کرد هاست. ببینید اینا عقب افتادن ها، اینا خیلی واقعا داغونن. یکی از دلایلی که من کشیدم کنار در مبارزه با جمهوری اسلامی همین بود. ما اینا وحشی هن، اینا قورت میدن. یعنی اگر حکومت مرکزی رو ما ضعیف کنیم، اینا ببین چی دارن میگن. اینا واقعا دیدگاهی مالی خولیایی دارن، خیلی وحشتناک، خیلی وحشه. اینا باید اصلا ببرنشون، ازشون آزمایش بگیرن، کارهای روانشناسی کنن. آقا اینا چجوری تونستن انقدر احمق باشن؟ آخه این حجم احمقیت چجوری تو مغز این آقای پیمان ایدریه؟ نه هیچ کسی دیگری، ما هم تاریخ رو خوب میدونیم. یه تاریخ هم خوب میدونیم. آره هم سیاست رو خوب میشناسیم. نه تاریخ خوب میدونی، نه سیاست خوب میشناسی. اگه سیاست رو میشناختی که مثل اون رهبران تروریستیتون آقای عبدالله مهتدی و مصطفی هجری کار تجزیه طلبیتون رو میکردید و علنا نمیگفتید. شما آدمای احمقی هستید که اتفاقا کار اون رهبرانتون هم که سالها تونستن مغزشویی کنن، کار اونا هم خراب میکنی. سیاست رو که نمیشناسی، تاریخ هم نمیدونید. تاریخ اگه میدونستی انگشتتو اینجوری برای ما دراز نمیکردی. میفهمیدی همون میگفتی فرزند سیمیت خوش شکاکی دیگه، یا بزرگتر از اونش بمانند آقای قاسم محمد و قاسملو. این آقای قاسملو اینا که انگشتشون اینجوری میکردن، شروع میکردن تهدید کردن، میدونستی در تاریخ هر انگشتی که برای یک پارچگی ایران اینجوری دراز شد و یک پارچگی ایران رو تهدید کرد، این انگشت رو پوزش میخوام کردیمش تو ماهتتشون. و میدونستی که دیگه اینجوری انگشت برای ما دراز نکنی که همین انگشت تا جایی میکنیم که دیگه از این غلطا نخواهی بکنی. تاریخ هم نمیدونی، سیاست هم نمیدونی. تو یه پانکورد عقب افتاده یه تنبانگشادی که هیچی تو مغزت نیست، بدبخت که در هر دادگاه بین المللی تو محکومی با این حرفات. تهدید نسل کشی میکنه بعد مردم آذربایجان رو. هم میدونیم ابزار قدرت یعنی چه. اول از همه مردم کردستان پدر شماها رو در میارن، مثل همین 11 جان باخته کرد سنی مذهبی که برای خاک ایران جونشون رو دادن در برابر عقب افتادهایی بمانند شماها. امیدوارم این رو دوستان برسونم به دست هموطنان در ارومیه، در منطقه مکریان. ما دیبیت های دیگه ای در این باب داریم. تنفری که ترک ها به راه انداختن، کارهای سیستماتیکی که دارن می کنند، نرم آهسته این استعمار سفیدی که زیر چتر دولت ایران دارند از کردستان می کنند، این بها داره. ما تا به این دقیقه مجبور بودیم قسمتی از خانه کرد رو خانه تکانی کنیم. به سراغ دونه دونه شما می آییم، تمام زوایای اشغالگری کردستان رو باش مقابله خواهیم کرد و از هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ قدرتی و هیچ تهدیدی نمی ترسیم. چرا مثل بود در کوهستان‌های کردستان پنهان شدید؟ چرا مثل بود فرار کردید عراق؟ بیایید ببینیم چه غلطی میخواید بکنید. کردستان ما بزرگتر از چپ نوستر از شاخهای از القاعده بود، بزرگتر از شما داعش بود، شاخشو شکوندیم. حریف چهار تا بزکوهی تنبانگوشات نمیخواییم بشین؟ اینقدر ناام خواهد بود که تو با آرامی توش نشینی. اگر ارومیه ناآرام باشه، حتما تبریزم ناآرام خواهد بود، حتما اردبیلم ناآرام خواهد بود. حواستون باشه. اتفاقا حواسمون هست که وایستادیم نظرم این حکومت سقوط کنه. اگر حواسمون نبود که مثل این عقب افتاده توله زم و اینایی که تو اپوزیسیون هم میشدیم که. این اختار کاملا جدیه، کاملا جدیه. آدم با کسی میشینه بحث میکنه که هویت تاریخی داشته باشه، که ریشه و بنیان داشته باشه. شما یه مشت وحشی قمکش زیر چادر بودی. تو رو خدا نگاه کن، من اصلا موندم
پانکردیست داره پانترکیسم رو به دیگ به دیگ میگه روسیا، این داره به این پانگوش دراز های پانترکیسم میگه که شما یه مش آدم های چیزید، خیمه نشین چاقوکش اوباشید بابا، شما که از همون شما پانکردیسم های که بابا تو همون شلوارتون صد قمه هست، بابا اونه داری میگه قمه کش، برو خدا اصلا میونی داستان چجوریه. حالا فکر کنید اونجا حکومت مرکزی در کردستان و آذربایجان و ایران نباشه، نتونه اعمال قدرت کنه، هم دیگه رو اول پاره میکنه، حالا این داره تهدید میکنه مردم آذربایجان و اصلا به اونجا نمیرسه، خود این کردهای پان کردیس اول از همه هم دیگه رو تیکه پاره میکنن، تاریخشون میگه، آقا خیلی میگه من تاریخ میشناسم، انگشتش هم اینجوری میکنه تاریخ میشناسم، حالا انگشتتو اینجوری میکنی بهت بگم آقای پیمان حیدری یک مقدار ولتون کردی، شما سال 63 تا 67 احزاب کردیتون همدیگه رو پاره پوره کردن، چند هزار نفر از همدیگه کشتید، در مدل عراقیتون کردای عراق پس از رفتن صدام حزب میهنی آقای جلال طالبانی با این حزب آقای بارزانی اسلحه کشیدن علیه همدیگه، اصلا بیشترین کشتار از مردم کردستان عراق کار صدام و اون بمبای شیمیایی نبود، خیلی جالبه بدونید، بیشترین کشتار از مردم کردستان عراق و خود احزاب کردی علیه همدیگه کردن. آخه چی داری میگی؟ شما اصلا به اون مرحله نمیرسی که بخوای بری تبریز مثلا بجنگی، شما اول همدیگه رو تیکه پاره میکنید، چی داری میگی آقا جان؟ شما ها قبیله گرایی بدبخت، قبیله گرایی، قبیله گرا میدونی یعنی چی؟ یعنی خودتی، یعنی برو خودتو تو آینه ببین چقدر شرم آورید شما ها. دلیل سرازی شدنت هم به امپراتوری اسلامی فقط بیمو بودنت بود و تعلق خاطری که خلفای ببین چه عقب افتاده یه مردم آذربایجان رو داره تحقیر میکنه سر بیمو بودن، حالا بزنم به تخته که ما که پرمویی، ولی مگه پشم و پیل افتخاره؟ آخه بدبخت قبیله گرا، این که تو پر پشمی مگه افتخاره که حالا داری یه نژاد، ببین این که نژاد ستیزی اینا جرمه، یه نژاد دیگه ای چیزی، اولا که مردم تبریز ما که همه پرمو اینا، چون همه آریایی هستیم، نژاد آریایی همه مو دارن و اینا، ولی مگه پشم و پیل جای مثلا بحث افتخاری است؟ اونایی که مو نداره اینا ترکا هستن، ما در ایران ترک نداریم قربونت برم، آذری داریم، ترکایی هم که بی مو هستن هیچ ربطی به ایرانی ها ندارن و اصلا تو ایران زندگی نمیکنن، ما حتی یک تن ترک نداریم تو ایران زندگی کنه، ترکان بیرون از ایران هستن، ولی حتی همون ترکان خب بی مو هستن، مردم مغول مثلا بی مو هستن، مگه ما الان با مردم مغول به خاطر نژادشون که بی مو هستن این یه افتخاریه مگه برای ما که مثلا پشم داریم و مو داریم؟ چقدر شما ها عقب افتاده ای؟ ما اگر افتخاری میکنیم به ایرانی بودنمون به خاطر اندیشمونه، اگر نژاد پرست هستیم به خاطر اینکه میخوایم نژاد خودمون رو حفظ کنیم، ولی نژاد ستیز نیستیم، ما حتی مردم مغولستان که به کشور ما سالها حمله کردن و کلی جنایت کردن از نظر نژادی بهشون حمله نمی کنیم، این حرفا زننده است، هی افتخار. اولا مردم آذربایجان کجا بدون موان؟ مردم آذربایجان همه مو دارن، یعنی دو تا جریان عقب افتاده ذهنی پانترکیسم پانگوش دراز که هرچی مطالعه میکنن این پانترکیسم ها به جایی که مغزشون بیشتر کار کنه گوشاشون هی درازتر میشه با این جریان پانکردیست، اینا خطرناکن آقا، اینا رو باید تحقیر کرد، اینا رو باید تو سرشون زد، اینا رو باید انداخت زندان، نه اگر دست به اسلحه بردن همون کاری که این جدیدن هم با سه تا از این تروریستاشون کردن، جوخه اعدام، شوخی نداریم آقا، در طبق قوانین بین المللی سخنانی که این آدم داره میکنه در هر دادگاهی محکومه. اسلامی به پسران ترک بیمو داشتن، نفراموش نکنید، همه افتخار این جریان پانکردیس به دو سه تا چیزه، یکی پشم و پیلشونه، یکی آلت تناسلیشونه، هی عشقشون همینه، یعنی هیچ افتخار دیگه، علم شما بگو، حتی اون بخشی هم که خیلی هاشون اهل موسیقی هن، اینا انقدر تنبلن اهل کار کردن نیستن، برای همین همشون یه جایی نشستن فقط یه موسیقی بعد وقتا یه چیزی میزنن، این جریان پانکردیسم مشخصا دارم میگم، وگرنه سخن روی سخنم با مردم شریف کردستان نیست، من دست تک تک مردم کردستانم میبوسم، ولی این جریانات قبیله گرا تمام افتخارشون همیناست، یعنی اینا شما بگو آقا علم داری، تحصیلات دارید، چی دارید، منطق دارید، سواد دارید، معرفت دارید، نه بهش میگی خب چی داری، میگه من آلت تناسلی دارم، تمام افتخارشون اینه،
من شهروند تنبان گشاد، تمام افتخارشون اینجور چیزاست. هیچ منطقی تو اینه شما پیدا نمی کنی، منطقشون اینه. تاریخ هم ثابت کرده تاریخ رو کسی می نویسه که فاتحه. نه که شما حالا پانکوردیسم ما خیلی فاتح بودید تو تاریخ. ما هیچ کسی نتونسه با قلدری سرزمینمون رو اشغال کنه. عجب. الان همین بخشای کردستان که از ایران جدا شد به ویژه بعد از جنگ چالدوران اشغال نشده. چی میگی با قلدری هم جدا شد دیگه؟ رفتیم اگه دو دستی ما داریم کردستانمونه به عثمانی بعد از جنگ چالدوران. چرت و پرت داری میگی عزیزم، چرت و پرت داری میگی. شوربختانه کردستان ایران به زور توسط عثمانی از کشورمون جدا شده و به یاری اهورامزدا با کار فرهنگی یک روزگاری بایستی برگرده، ولی به زور جدا شده. میگه هیچ کی تا الان نتونسته کردستان رو به زور جدا کنه. چرت. بعد میگه تاریخ هم میدونم. خیلی میدونی تاریخ. اما از در تاریخی که تو میدونی دمت کنم، برو استاد تاریخ شو با این تاریخی که میدونی. محبت و انسانیت چرا تونستن سرمون رو گول ببالن؟ بخاطر که ما یک روحی آزاد کوهستانی داریم. مردی نه؟ میگه ماها فلانی، ما مردیم. یعنی زناشون هیچ ارزشی نداره دیگر نظر آقایون. فقط به من گفتم به آلتشون فقط مینازن، فقط به مرد. مگه مرد بودن حالا مثلا خیلی افتخاره؟ زن بودن افتخار نیست؟ همه چیزشون فقط به مرد بودنه. یعنی ما مردی، ما فقط آلت داریم. خب اون که خرم داره که بدبخت. اگه نسو من آقاستم که میتونست دونه به دونتون رو تو تبریز از دم تیغ بگذرونه. بابا این سیمیکو شکاک تو که گفتیم که چی کارش کردیم، درد داغونش کرد رضا شاه. ولی اتفاقا خوبه که اینو گفت. برید خاطر برید جنایات سیمیکو رو داشته باشید که چگونه مردم آذربایجان رو قتل عام میکرد. بعد رضا شاه بود آقا این پانتورکیسم بی شرفی که دم از تجزیه میزنید گرگ بازی را میندازید. برید ببینید اگر رضا شاه ما نبود همون سیمیتخو چجوری خیلی از شماها رو کشت. از همون جنایت پانتورکیسم منظورمه و مردم شریف آذربایجان رو از بین برد. برای همین ما میگیم قانون، میگیم حکومت مرکزی. برای همین با کسایی که صحبت فدرالیسم و حکومت‌های قومی و اینا میکنن شدیداً داریم مبارزه میکنیم. راست میگه این یکی رو. خب برای این بار این کلا سرمانه میره. خاورمیانه هنوز گذار نکرده به دوران اومانیستی. خاورمیانه هنوز خدا باوره و اینجا هنوز نیروهای خیر و شر موجودن. تا زمانی که شما ما را باطل تعریف کردی، ما نیز شما را باطل تعریف میکنیم. تا زمانی که شما زبان تهدید داری و قصد اشغالگری در سرزمین کردستان داری، ما از یک وجب از خاکمون دست نمی‌کشیم و با شما هم خوب برخورد خواهیم کرد. بچه های کرد، بچه های کرد مکریان، ارومیه، ماکو، خوی، سلماز، هر آنچه شما اطلاعات دارید از اشخاصشون، گروه هاشون، کمیونیتی هاشون، افرادشون، تحرکاتشون، کارهایی که دارن میکنن، تمامی این داده ها رو به راپرین کروسان سر به خود دید. ما با اینها حتما یه درگیری جدی خواهیم داشت. از همین حالا کارتون جمع کردن اخبار اطلاعات در مورد اینها باشه. ما حتما توریز رو از دست اینا در میاریم. شبتون خوش. واقعا این افراد بسیار بسیار خطرن. لازم بود این فرد رو برجسته کنیم، بگیم که چه جانورانی وجود دارن دور تا دور ایران، حتی در منطقه مرکزی کشورمون چه افکاری دارن، چی کار میخوان بکنن. و یک لحظه تصور بکنید که حکومت مرکزی میخواد حالا شاه باشه. من برای چی میگم انقلاب 57 خیانت بود؟ چون حکومت مرکزی رو تضعیف کرد و اصلا داشت ایران نابود میشد. شانس تاریخی آوردیم. چه جمهوری اسلامی باشه اگه ساختار نیروهای نظامی ما خدایی نکرده یک روزی در یک چارچوب انقلابی و شورشی از بین بره و فرماندهان سپاه و ارتش رو بزنن در کنار سینه دیوار و اینها رو اعدامشون بکنن و خلای قدرت به وجود بیاد. ببینید عزیزان دیگه نمیشه جمع کرد. ما با افرادی مثل این آقای پیمان حیدری به قول خودش حالا داشت میگفتش که با کسی میشینن صحبت میکنن که هویت داشته باشه.
ولی عموما با کسی باید بشینی صحبت کنی یه ذره منطق هم داشته باشه دیگه. با دیوانگانی مثل اینا که ما نمیتونیم پشت میز بشینیم صحبت کنیم، گفتگو با اینا گفتگوی سرب و گلوله و جنگ و ایناست. و اگر ما ارتش و سپاهمون رو امروز از دست بدیم، عزیزانی که دلتون برای ایران میتپه، نمیتوانیم دیگه ایران رو جمع کنیم با توجه به این وحشیایی که آموزش دادن، مغزاشون رو شستشو دادن. دیدید دیگه، کله رو مغزش رو برداشتن، پوزش میخوام کاملا کثافت کردن تو مغزش. یعنی اصلا این مغزش اینه، هیچی. قبیله گرا، آقا قبیله گرا صرفا قبیله گراست، صرفا به تنبان گشاد و کارهای قبیله گراییش داره افتخار میکنه. گفتگو با این اصلا جای گفتگو وجود نداره، منطق فقط منطق سرب و گلوله و نظامیگریه. خب در اونجا که افرادیم، چون ماها که نظامی نیستیم که، بنابراین باید خیلی حواسمون باشه که نظامیای خودمون رو تضعیف نکنیم که اینها یک زمانی بخوان پس از براندازی جمهوری اسلامی کشور از بین ببرن. اینه که من خیلی نگران میکنه و در حوزه تجزیه طلبی بارها صحبت کردم. به هر حال لازم بود صحبتو بزنیم. آقای پانتورکیسمی که مثل گرگم زوزه میکشید، اگر همین حکومت مرکزی نباشه، همین سپاهی نباشه که شماها با بی‌شرفی پرچم جمهوری جعلی آذربایجان رو میبرید، مثل گرگ واق واق میکنید، زوزه میکشید، انگشتتون رو برای ما اینجوری میکنید، علامت گرگ نشون میدید، شما حیوان صفت ها بدانید اگر حکومت مرکزی و سپاه نباشه، همین پانکورد های تنبانگشاد دمار از روزگارتون مثل سیمیتکو شکاک در میارن. بنابراین بدانید چی کار دارید میکنید. کشور یک پارچه ایران رو از بین نبرید، کشور یک پارچه ایران رو بذارید قدرتمندتر شه. بخش های جدا شده از ما مثل تاجیکستان، بحرین، عراق، اجازه بدید اتحادیه ایران بزرگ شکل بگیره. دست از این قومگرایی بردارید که همه تون تو بازی 100 ساله دشمنان ایران از استعمارهای کلاسیک بگیر تا نو استعمارهایی که الان به مانند اسرائیل شما رو احمق فرض میکنن، یه مقدار بهتون پول میدن تا شماها براشون زوزه بکشید، علامت گرگ به ما نشون بدید. و مردم آذربایجان، مردم کردستان انسانهای بسیار شریفی هستن. اگر تو خانواده هاتون اگر موجودات قبیله گرا دارید، چه میخواید توی آذربایجان باشید، چه کردستان، چه پانترک باشن، چه پانکرد، جلو اینا وایسید تو خانواده ها باهاشون صحبت کنید. اول با زبان خوش بشینید با اینا گفتگو کنید. اینا بیشترشون بیمارن، بیمار روانی هن، تیمارستان اینا رو ببرید به هر حال، ولی باهاشون گفتگو کنید. دست از این قبیله گرایی بردارن که آینده خوشی نخواهد داشت. من این بخش برنامه رو میبندم.